عزرت هشم. خب امشب لگ با عمر هستش، 33 عمر و هیلولای ربی شمعون بر یوحای. تقریبا همه زندگی نامه ربی شمعون بر یوحای را ازش اطلاع داریم. من امشب میخوام یک مقداری در مورد زندگی نامه پسر ربی شمعون بر یوحای صحبت بکنم که یه نکاتی داره که شاید کمتر دونسته شده باشه و در موردش تا حالا صحبت شده. همونطور که میدونید ربی شمعون بر یوحای پسری داشتن به اسم ربی الازار، ربی الازار به ربی شمعون، که ایشون هم مثل پدرشون دانشمند بسیار بزرگی بودن و حتی در طی اون 13 سالی که از حکومت رومی ها فرار میکنن، پسرشون هم همراه با ایشون در اون غاری که در پکین بوده پنهان میشن به مدت 13 سال. اما موضوع فرارشون چی بوده از رومی ها؟ ربی شمعون بر یوحای و ربی الازار به ربی شمعون در دوره خیلی سختی زندگی میکردن، دوره ای که بعد از خرابی بیت المقدس دومه. میدونید سال 69 میلادی بر طبق شمارش مسیحی ها بیت المقدس دوم خراب میشه و بعد از خرابی بیت المقدس هنوز اسرائیل های زیادی بودن که در ارز زندگی میکردن. در دوره ربان یوحنان بن زکایی که بیت المقدس دوم خراب میشه، حدود 50 سال بعد دوباره یک تراژدی بزرگی برای جامعه اسرائیلی که در ارس بودن اتفاق میفته. این بار در دوره ریبی عقیواس، یکی از شاگردای ریبی عقیوا اسمش برکخوا بوده و این میاد قیام میکنه بر علیه رومی ها که قیصر اون دوره ادریانوس قیصر بوده و برای مدتی هم این قیام پیشرفت میکنه و اسرائیل ها پیروز میشن، ولی متاسفانه بعد از اون رومی ها با شدت و خونخاری هرچه تمام میان این قیام رو سرکوب میکنن و صدها هزار نفر، طبق بعضی از تاریخدان ها حتی میلیون ها اسرائیل کشته میشن متاسفانه، از جمله 10 نفر از خخامیم بسیار بزرگ که معروفن به اسم اسارا هروگه ملخوت که ریبی عقیوا هم جزو اینها بوده. ریبی عقیوا 24 هزار تا شاگرد داشته. این 24 هزار تا شاگرد در طی همین ایام تو همین دوران از بین میرن و حتی ذکر شده که به احتمال قوی این 24 هزار شاگرد توسط در همین دوره قیام بر علیه رومی ها توسط رومی ها کشته میشن. ریبی عقیوا 5 تا شاگرد دیگه تربیت میکنه که یکی از اونها ریبی شمعون بر یوحای. رومی ها ریبی عقیوا را به عنوان رهبر معنوی این قیام میگیرن. مدتی ریبی عقیوا زندان بودن و بعد از اون به سختی متاسفانه به شکل خیلی بدی اعدامشون میکنن. زمانی که ریبی عقیوا زندان بودن، ریبی شمعون بر یوحای که شاگرد ریبی عقیوا بودن میرفتن زندان و با وجود خطری که تو این مسئله بوده از نظر سیاسی، در زندان هم حتی استادشون رو رها نمیکردن و ازشون هنوز تورای یاد میگرفتن. بعد از اینکه این قیام سرکوب میشه و صدها هزار نفر اسرائیل کشته میشن و خرابی های خیلی سختی به بار میاد، میان رومی ها تصمیم میگیرن که اون خرابی ها را بسازن و آباد بکنن. میان و بازارهایی را میسازن، خیابونهایی را درست میکنن، حمام های عمومی را درست میکنن و گمارا تعریف میکنه در مسیح چبات که بعد از این اتفاق 3 نفر از شاگردان ریبی عقیوا نشسته بودن. این ستا جزو همون 5 تا شاگرد آخر ریبی عقیوا که شاگردای تاپ ریبی عقیوا بودن، ربی شمعون و ربی یوسی و ربی یهودا. اینها نشسته بودن در مورد مسائل سیاسی صحبت میکردن در مورد حکومت رومی ها و ربی یهودا میگه که این رومی ها خب چقدر دارن آبادانی انجام میدن، چقدر ساختمون های خوبی ساختن، بازارهای خوبی ساختن، حموم های خوبی ساختن. ریبی شمعون میگه که
هر چی ساختن به نفع خودشون ساختن، برای ما که نساختن. اینا برای اینکه بتونن مالیاتشون رو بگیرن از اون اومدن اینا رو ساختن. بیبی شیمون دیدش خیلی منفی بوده به حکومت روم و ریبیوسی سکوت میکنه. این موضوع شنیده میشه و در نهایت رومی ها میان حکم میبرن، میگن ریبی شیمون که بدگویی کرده باید کشته بشه و ریبیوسی که سکوت کرده باید تبعید بشه و تبعید میشه به ترکیه، آسیا به اصطلاح تلمود، و ریبی یهودا که تعریف کرده روش همه در برین به خود مقام میشه، یعنی میشه رهبر یهودی ها. و در نتیجه این بوده که ریبی شیمون فرار میکنه و حدود 12 سال در اون غار با ریبی الازار پنهان میشه و بعد یک سال اضافه و بعد در نهایت این امپراتور که قیصر که میمیره، انتونینوس فیوس که میمیره، اون موقع معصوم بوده که قیصر که میمرده حکمش هم باطل میشده، حکم مرگی که صادر کرده بوده برای ریبی شیمون باطل میشه، مارکوس اورلیوس قیصر روم میشه. و مارکوس اورلیوس رابطه خوبی با اسرائیل داشته و یه قیصر خیلی روشنفکری بوده و نسبت به اسرائیل هم همیشه با محبت رفتار میکرده و در نتیجه ریبی شیمون و ریبی الازار میتونن خارج بشن از اون معارا. و خب دیگه حالا جزئیاتش رو من نمیخوام بهش بپردازم، چون میدونیم که تو اون غار حتی لباس نداشتن، لباساشون رو در میوردن میرفتن تو خاک که لباسا پوسیده نشه برای تفیلا، و خیلی سخت آموزش تورا داشتن، رازهای تورا را کشف میکنن، بهشون آشکار میشه. اینا رو دیگه میدونیم. من میخوام یه نکاتی با توجه به اینکه فرصت هم زیاد نداریم، نمیخوام طولانی بشه بس و خسته کننده بشه، در مورد زندگی ربی الازار به ربی شیمون بگم. بعد از اینکه ربی شیمون بر یوخای از دنیا میرن، ربی الازار به ربی شیمون هم یکی از دانشمندان درجه یک اسرائیل میشن که هم دوره ربی یهودا هناسی بودن که مؤلف میشنا هستن، یعنی اینا با هم هر دوشون شاگردای همکلاسی بودن، میشه سن پیش ربی یهوشوع بن قرخا و ربان شیمون بن گمیل و اینا شاگردای اونا بودن. بعدن ربی یهودا هناسی که میشنا رو تألیف میکنن خب میان و قدرت حکومتی هم دست میگیرن. ربی الازار به ربی شیمون زندگیشون خیلی جالبه. ببینید دنیا چه چرخ و فلکی داره. یه دفعه گمارای بابا مسیا تعریف میکنه که ربی الازار پسر ربی شیمون، این بعد از فوت پدرشونه، ایشون داشتن توی خیابون را میرفتن، برخورد میکنن با یک مأمور پلیس رومی تو اسرائیل. خب چون تحت حکومت روم بودن، در واقع این یه مثل فرض کنید یه فرمانده پلیس بوده. این وظیفش این بوده که بیاد و دزدا و جنایتکارا رو بگیره، نه فقط اسرائیل، خب خیلی بت پرست و ادیان دیگه هم زندگی میکردن اون موقع تو اسرائیل. ربی الازار به ربی شیمون به این میگه که تو چجوری میفهمی که یکی دزده؟ خب حالا یه موقع اسناد و مدارکی هستش، یه موقع هستش که نه، مثلا تو میای و کسای دیگه رو میگیری، خلاصه یه بحثی بینشون در میگیره. ربی الازار به ربی شیمون یه راهکاری، مشورتی میده به این فرمانده پلیس، میگه که مثلا با این نشونه ها تو میتونی تشخیص بدی که این طرف بهش مظنون بشی و تحقیق بیشتر بکنی و بگیریش. اینم باز دهن به دهن میچرخه از طرف این فرمانده پلیس، میرسه به حکومت روم. حکومت روم که حاکمیت اسرائیل هم در دست داشته، میان میگن که خب اگر که این آدم انقدر عاقله، اصلا ما یه اختیارات بزرگی بهش بدیم که خودش این اختیارات رو داشته باشه که جنایتکارا و دزدا و اینها را بتونه دستگیر بکنه.
یعنی عملا ربی الازار برمی شیمونی که توی یه دوره با پدرش فرار میکنه از دست رومی ها و حکومت روم، بعدن توسط خود رومی ها گمارده میشه برای اینکه بیاد یه قدرتی داشته باشه مثل تقریبا یه فرمانده پلیس، یه حاکم محلی. خب مثل یه حاکم محلی میشه و خب کسانی را که ربی الازار برمی شیمون بهشون مظنون میشده، اینا را دستور میداده بگیرن تحقیق بکنن. و معمولا رومی ها سیستمشون این بوده که کسی که دزدی میکرده اینا اعدامش میکردن، اعدامشون هم این بوده که به صلیب میکشوندنش. به صلیب کشیدن یک مجازات رومی بوده، خب که اونجوری با یه صلیبی درست بکنن و با حالا یا با طناب یا با میخ اینا زنده میبستنش به این صلیبه و انقدر میمونده تا اینکه بمیره. حتی بعد از مردنش هم اجازه نمیدادن معمولا بیارنش پایین تا اینکه بپوسه. در واقع ربی الازار برمی شیمون مسئول بوده که بره اینا رو پیدا بکنه. و خیلی از خخامیم از جمله خود استاد ربی الازار برمی شیمون ربی یهوشوع بن قرخا از این موضوع خیلی ناراحت میشه، میگه که تو داری باغ اسرائیل رو داری میسپاری دست این رومی ها، این کرم هشم و تاکستان هشم رو داری میسپاری دست رومی ها. تو بابا پدر خودت مخالف بوده با این رومی ها، چجوری شده که تو داری با اینا همکاری میکنی؟ این همون چرخ و فلک دنیاست که گفتم. ربی الازار برمی شیمون اینو پیغام میفرسته ربی یهوشوع بن قرخا براش. ربی الازار برمی شیمون میگه که کدسیم انی مخل مینا کرم، یعنی من خار و خاشاک از تاکستان خدا میام و نابود میکنم، یعنی من تاکستان رو اتفاقا خراب نمیکنم، دارم تاکستان رو وجین میکنم. خب اون خار و خاشاکی که یعنی این کسایی که من دارم میگیرم، اینا همه آدمای جنایتکار و آدمای منفی هن. و برجت خخامین با این مسئله خیلی موافق نبودن، از جمله استادشون ربی یهوشوع بن قرخا. تا اینکه یه دفعه یه اتفاق خیلی بدی میفته. چی پیش میاد؟ یه دفعه در این حال بعد از این ماجرا اتفاق بدی میفته. یه کوبسی بوده، یه شغلی قدیم بوده که بهش میگفتن کوبس، یعنی لباسا رو جمع میکردن میبردن میشستن، خب مثل خوشویی امروز، یا هر کسی که خیلی وقتا میده خودشون میشستن، خیلی وقتا میدادن به یه کوبس، یه آدمی که اون بره بشوه. یه همچین آدمی بوده و این یه دفعه ربی الازار برمی شیمون راب بسیار بزرگی بوده، در مقام بسیار بالایی داشته، داشته ایشون در خیابون میرفته و این کوبسه اینقدر پر رو بوده میاد به ایشون اهانت میکنه و میگه که خومس بنیعین. خومس بنیعین یه اصطلاح، یعنی سرکه که از فرزند شراب، سرکه فرزند شراب، یعنی سرکه که قبل شراب بوده، یعنی بابای تو ربی شیمون بر یوحای بوده، یعنی این بوده شراب بوده، تو در برابر پدرت مثل سرکه. خب یه اصطلاحه و یه اهانت بدیه. ربی الازار برمی شیمون اونجا یه لحظه ناراحت میشه و به رومی ها و حالا مامورینی که همراهش بوده میگه بگیریدش. میگیرنش میبرنش زندان. بعد از اینکه ربی الازار از سر خشم میاد پایین، میگه که خب حالا این به ما اهانت کرد ولی بریم آزادش بکنیم. میره ایشون زندان، میبینه که ای وای و واویلا، اینا رومی ها بردن و سر خود اعدامش کردن، به صلیب کشیدنش. و انقدر ایشون ناراحت میشه و میگه شمر پی بولشونو شمر میساروت نفشو، کسی که زبونش رو نگه میداره از رنج و بدبختی ها خودش رو حفظ میکنه، نجات میده. خیلی میشینه گریه میکنه، خیلی ناراحت میشه. مردم میان میگن که ریبی شما اینو نمیشناختید کیه، بذارید براتون بگیم. این پدر سوخته، این با پسرش روز کیپور اینا میرن و به یه نعرام اوراسا، یه دختری که پیدوشین شده بوده یعنی شوهردار محسوب میشده، باش خلاف میکنن و بهش تجاوز میکنن روز کیپور. خب اینا ما میدونیم، یعنی با مدرک و دلیل مشخص میشه که خب کسی هم که این کارو بکنه با زن شوهردار و با نعرام اوراسا، اصلا قانونش سقیلا سنگسار شدنه که بعدش هم
به دار می آویختنش و حقش بوده، یعنی خدا واقعا این از جانب خدا بوده که همچین چیزی پیش بیاد، شما ناراحت نباشید. خب یه مقدار خوشحال میشه ریبی الازار، میگه که اون غمش رو بهش میره، میگه که خب این نشون میده به فال نیک میگیره، که نشون میده که خدا نذاشته به لغزش به دست من بیاد. و اونجا گمارا یه مسئله جالب دیگه تعریف میکنه، میگه ریبی الازار برابی شیمون از نظر جسمانی ایشون خیلی فربه بوده، خیلی چاق بوده، شکم خیلی بزرگی داشته و این بعدی میشه که خب از نظر دکترها میان میگن که شما باید یه عملی بکنی. جالبه، شاید اولین جایی که عمل لیپوساکشن ذکر شده و همین گمارای بابا مسیاس، گمارا میگه که ریبی الازار به ربی شیمون رو میبرن داخل اتاق عملی که میگه بتا ششا، یعنی یه اتاقی که از سنگ مرمر بوده برای اینکه استریل باشه و ایزوله باشه، اینا میبرن اونجا و بیهوشش میکنن. اونجا گمارا میگه که خوراکی بهش میدن، نوشیدنی میدن که بیهوش بشه و میان این چربی های داخل شکم ریبی الازار در ربی شیمون خارج میکنن و خب این عمل به خیر میگذره. بعد جالبه که این چربی ها رو ریبی الازار میگه دور نریزید، اینا را برید به نشونه این که اگر من صدیقم واقعا، این نباید بگنده، نباید متعفن بشه، چون جسم صدیقی نمیگنده، اون کسایی که به اون درجه رسیدن. میگه این چربی ها را برید بذارید توی ماه تموز و آب بوده، یعنی دقیقا وسط تابستون بوده، اوج گرما، میگه اینا را ببرید بذارید تو گرما ببینیم چی میشه. و این نه کرم میزنه نه متعفن میشه، هیچ اتفاقی براش نمیفته. خیلی جالب بوده و این یه نشانه جالبی بوده برای صداقت ریبی الازار. با این وجود ریبی الازار میگه که باز ممکنه من خطا کرده باشم. میاد چیکار میکنه؟ میاد بر خودش تفیلا میخونه، بر خودش سختی قبول میکنه، ایسوریم میپذیره. یه ما را تعریف میکنه که هر شب ریبی الازار به ربی شیمون میگفته که اخی به رای بو الی، برادرام و دوستام بیایید سرم. و تا صبح ریبی الازار زجر میکشیده و بدنش دوملای خیلی سخت، خیلی که ازش خون و ترشحات خارج میشده، متاسفانه مبتلا میشه و چندین و چند تشک نمد زیر ایشون پر میکردن. خانم ایشون خیلی ثروتمند بوده و تمام اینا تا صبح پر خون و ترشحات و اون چیزایی که خارج میشده از این دوملا میشده. و در روز هم خانم ایشون میومده بهترین غذا رو، چندین و چند خوراکی از انجیر از چیزای دیگه اینا رو درست میکرده تا اینکه ایشون قوت بگیره و کل روز مشغول آموزش تورا میشده و تو روز میگفته برید ایسوریم برید، تو روز ناراحتی نداشته، شبا اصل تایم ناراحتیش و زجر کشیدنش بوده و همسرش هم نمیذاشته که بره بت میدراش، میگفته که شما با توجه به ناراحتی که دارید تو خونه بمونید و آموزش تورا داشته باشید، تو خونه لیمود داشته ایشون. و یه شب همسرش میشنوه که قبل خواب ریبی الازار به ربی شیمون داره میگه که اخی و رهی باو الی، بیایید سر من. میگه که تو خودت اینا دعا میکنی که بیاد این سختی ها، این مریضی بیاد سرت، میخوای پول من رو نابود بکنی؟ من اینقدر تشک، پول تشک، پول غذا، پول چیز میدم. بر میکنه زنه میره خونه پدرش. پدر ایشون هم پدر ریبیوسی بوده که یکی از ربانیم بزرگ بوده و خیلی ثروتمند بوده. این خانم ریبی الازار قهر میکنه میره خونه پدرش. چه اتفاقی میفته؟ گمارا تعریف میکنه و پولش هم میبره. گمارا تعریف میکنه که همون فردای این قضیه که همسرش رفته بوده خونه پدرش، حتی بین خخامیم بزرگ هم مشکلات شالوم بعید بوده، حتی ربانیم بزرگ شالوم بعید همیشه هست. چه اتفاقی میفته؟ یه کشتی بوده که خب اون موقع اصل تجارت مثل الان با کشتی بوده،
تاجرای خیلی بزرگی داشتن مال و تجاره عظیمی را انتقال میدادن و به یه طوفان خیلی سهمگین برمیخورن، این کشتیه داشته غرق میشده. اینا دیگه به هر دری و تفیلا و نظر و نیاز آخرش میان یه نادر میکنن، میگن خدایا به زخوت ربی الازار به ربی شیمون، مثلا بزرگترین راه اون دوره بوده، خدایا ما رو نجات بده، اگر ما رو نجات بدی چنین و چنان میکنیم، از جمله اینقدر میبریم هدیه برای خود ربی الازار به ربی شیمون. یه ثروت بزرگی ها ذکر میکنن، این کشتی نجات پیدا میکنه و اینا همون فردا گمارا میگه 60 غلام با تعداد زیادی مال التجاره و طلا و جواهرات و پول و غیره، این کشتی خیلی بزرگی بوده، تجار زیادی توش بودن، اینا رو به عنوان پیشکش میارن برای ربی الازار به ربی شیمون و ربی الازار در واقع از نظر مالی بی نیاز میشه، از همین طریق ثروتمند میشه. همسرش بعد چند وقت میاد به دخترش میگه که بابا دخترم پاشو برو ببین بابا چی کار داری میکنه تو خونه، بالاخره تنهاست، نکنی زن دیگه گرفته. من اینو از خودم میگم، دیگه ما رو ننوشته. میگه برو ببین چه خبره، بابات اوضاعش چطوره. دخترش میره میبینه که بح. از اون موقعی که اینا بودن و پول مادره بوده اوضاع بهتره. میگه بابا با ثروت و 60 غلام داره و الان چنین و چنان و اصلا قابل مقایسه با قبل نیست و خلاصه شالوم بعید برقرار میشه، زنش برمیگرده، همسر ربی الازار برمیگرده. اما ایشون یه داستان دیگه اینجا تعریف شده که خیلی جالبه. گفتم که اون مدتی که همسرش بوده خب اجازه نمیداده که ایشون بره بیت میدراش، میگفته تو ضعیف خونه بشین بفهم. و وقتی که همسرش غر میکنه همون روز ایشون پا میشه میره بیت میدراش، میره بیت میدراش و میدونید که خیلی وقتا سوالاتی پیش میاد قوانین نیدایی که یه سری لکا هستش که طاهره، یه سری لکا هستش که تامه است و اینا رو نشون میدن به ربانیم که بیان بر طبق چیز تشخیصشون بگن طاهره یا تامه است. اونجا میگن که اون روز تو بیت میدراش 60 نفر، حالا این 60 ممکنه عدد دقیقی نباشه، تو گمارا خیلی جاها میخواد بگه یه تعداد زیاد میگه 60، خب یه تعداد زیادی سوال میارن برای ربی الازار که این لکا چجوریه قانونش و همه را از دم طاهر میکنه، یا همه طاهر 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 طاهر. خخامیم دیگه، حالا همه شاگردای ربی الازار بودن، همه متعجب میشن میگن خدایا، پچ میکنن میگن مگه میشه که همش طاهر باشه، یعنی یه لکه تامه تو اینا نبوده. ربی الازار اینو میشنوه میگه که اگر مثل من باشه که واقعا درست گفتم و درست فتوا دادم، من تفیلا میخونم که 9 ماه دیگه تموم این زنایی که من طهور کردم و همشون از دم پسر بزن. خب و اگر حتی یکیشون دختر زایید، نه که دختر بده خسته شالوم، یعنی به عنوان نشونه، اگر خانم عبدیان منظوری نداریم، اگه یکیشون دختر زایید، این یعنی که من اشتباه طهور کردم. و واقعا تموم اینا 9 ماه بعد باردار میشن، همشون 9 ماه بعد بچه پسر میارن و این باز یه معجزه و یه اعجاز جالبی بوده که تو اون دوره میپیچه. اما در مورد فوت ربی الازار به ربی شیمون هم یه اتفاق جالبی میفته. ربی الازار به ربی شیمون قبل از فوتشون میان میگن که من میدونم که خخامی ممکنه بعضی هاشون نسبت به من ناراحتی داشته باشن، چون یه سری از جنایتکارا، دزدا، کسایی که ما گرفتیمشون و مجازات شدن، اینا ممکنه فامیل بعضی از اینا بوده باشن و در نتیجه بعد از فوت من اون مراسمی ها که شایسته منه، مراسمی که برای دفن من باشه، رعایت نکنن و این بیکاودی به تورا باشه. در گمارا میگه که اگر که صدیقی از دنیا میره و اون حسبت عزاداری و اون مراسمی ها که شایسته است براش انجام ندن، این خسف شالوم میتونه تأثیرات خیلی بدی داشته باشه. ایشون میگن که به خاطر اینکه همچین چیزی پیش نیاد به همسرشون وصیت میکنن
میگن که منو بعد از فوتم همون بالاخونه اونجا روی یه تخت بخوابون و اصلا نترس، از هیچی نترس، بذارم اونجا بمونم. همین کارو میکنن توی یه شهر کوچیکی بوده به اسم اخبارا و بعد از ایشون فوت میکنن و روی تخت اون بالاخونه میخوابونن ایشون به مدت دو تا روایته بین 18 تا 22 سال ایشون همونجا میمونن و همسرشون میرفته بالا که مثلا سر بزنه، همیشه نگران بوده که نکنه متعفن بشه بدنه ایشون، ولی میدیده که مثل این که اصلا زنده است و هیچ تغییری نکرده، کاملا به همون شکل مثل یه آدم زنده جوری خوابیده، هیچ تغییری نکرده و حتی مویرگاش تو گمارا میگه که پیداست، مشخصه متعفن نشده بوده بدنشون. و حتی تمام این مدتی که ایشون تو این بالاخونه بوده به زخوت ایشون هیچ حیوان وحشی به اون شهر، روستای شهرهای کوچیک و اطرافش حمله نمی کنه توی 22 سال، حالا 18 یا 22 سال. و حتی یه چیز دیگه که گفته شده اینه که وقتی که اهالی این روستای هر وقت که قضاوتی داشتن دو طرف می اومدن اون پایین خونه وای می سادن بلند اون ادعاهاشون رو میگفتن و صدا میومده که تو زکایی، تو خیابی، تو محکومی، حق با توه. حالا در نهایت بعد این مدت، این سالها، همسر ایشون خواب میبینه که ریبی شمون بریوخای، پدر ریبی الازار رو میبینه که ریبی شمون بریوخای اومده تو خوابش میگه که من یه جوجه پیش شما دارم، نمیخواید بفرستیدش پیش من؟ و یه چیز دیگه هم میبینه، یه دفعه گمارا تعریف میکنه که ایشون میره اون بالاخونه سر بزنه، همیشه نگاه میکرده که نکنه، با ترس داشته که نکنه این بدن متعفن بشه. یه بار میبینه که یه کرمی از گوش ریبی الازار میاد بیرون، میزنه تو سرش و تو مغزش و میگه وای و واویلا، این پس دیگه داره متعفن میشه، دیگه کرم بهش مسلط شده. شب ریبی الازار میاد تو خوابش میگه که ببین فکر نکنی که کرم بر من مسلط شده، از هیچی نترس، هیچ اتفاقی نیفتاده، این فقط به این دلیله که من یه بار تو زندگیم شنیدم که یه بابایی داره به یه تلمید خاخامی بی احترامی میکنه و خاری بهش میاره، من اینو شنیدم ولی دم نزدم، مخواه نکردم، نیمدم بگم نکن و اعتراض نکردم. سر این میدا که نگید میدا این چیزه رو که میبینی تو گوش من، اینجا به گوشم کرم مسلط شد، ولی کلن نترس. خلاصه بعد این سالها ریبی شمون میاد تو خواب همسر ریبی الازار که این پسر منو بدید. و یه مسئله دیگه هم اتفاق میفته، خانم ها با هم دعواشون میشه، یه بار این خانم ریبی الازار با همسایه دعواش میشه، دعواشون هم که میشه خب اونم شروع میکنه میگه ایشالله تو هم همونطور که شوهرت به قبورا نرسید تو هم به قبورا نرسید. اینا خخامین میشنون میگن وای وابیلا، این بیکاودیه برای ریبی الازار، آره درسته که متعفن نمیشه ولی این بیکاودیه، بریم قبوراش کنیم. میان همه جمع میشن اعلام میکنن، میان ببرن ریبی الازار رو قبورا بکنن. حالا اهالی شهر نمیذاشتن، اخبارا میگفتن نه ایشون اینجاست، تمام مدتی که ایشون اینجا بوده تو این سالها هیچ حیوان وحشی، گرگی، چیزی به ما حمله نکرده، ما نمیذاریم. میبینن حریف نمیشن، میرن و میگن ما تنها راهش اینه که با یه سیاستی این کارو بکنیم، باید یواشکی پنهانی ببریم. میذارن عرب آدینه کیپور، همه مردم مشغول بودن، همون موقع میان و پیکر ریبی الازار رو بر میدارن و میبرن توی همون غاری که همون محلی که الان خب مرونه روش ساختمون ساختن، خب اون موقع اینو بعدن میسازن این ساختمون ها، زیرش یه غاره در واقع، یه غار ماننده، میبرن اونجا. میبینن جلوی در این غاره یه مار عظیم الجثه ای هستش و پیچیده، میان میگن که ریبی شمون اجازه، میگن که این مار اخنای باز کن خودتا، را رو باز کن که پسر بره پیش پدر. این و ماره واقعا را رو باز میکنه،
میبرن اونجا ریبی الازار را بعد از 22 سال اونجا قبورا میکنن و خب بعدا اینجا همون شهریه که شهر مرونه اونجا و بعدا روش یک ساختمون بزرگی ساخته میشه و در نهایت باز خیلی داستانهای دیگه هم در مورد ریبی الازار اونجا تو گمارا تعریف میکنه و خخمایی که داشتن حتی ریبی یهودا هناسی که مؤلف میشنا هستن اونجا میگه که ریبی الازار قدرتشون و توانایی علمیشون حتی قدرت بحثشون از ریبی یهودا هناسی هم بالاتر بوده و حتی بعد از فوت ریبی الازار به ربی شیمون ریبی یهودا میان و پیشنهاد میدن که همسر ریبی الازار رو بگیرن. همسرش راضی نمیشه، میگه که تو کلیش منی که با ریبی الازار بودم با اون درجه معنوی الان نمیتونم، با وجود اینکه شما هم درجه معنوی بالایی دارید ولی باز شما اون بالاتر بوده، نمیشه همچین چیزی. یه چیز دیگه من بگم، خستم شدید اینم بگم و حیف این داستانا رو نگم کوتاه. ببینید همچین یه مسئله هستش، تورا ارثیه نیست. یعنی دیدید بعضی ها میان میگن بابا بابای من این بوده، بابا بزرگم فلان بوده، ما نسل ملا فلانی هستیم، ما فلان پدر بزرگمون کی بوده، کجا بوده، بابات کسی بوده، بابا بزرگ ترکی بوده، بزرگترین خاخام بوده، بزرگترین راه بوده، بزرگترین ملا بوده، اسمش هرچی میخواییم بذاریم. این تضمین نیستش برای اینکه خود آدم، هر آدمی خودش راه خودش را انتخاب میکنه، خودش باید راه درست را انتخاب کنه. اون گمارا تعریف میکنه یه پسری داشته ریبی الازار به اسم یوسی، اسمش هم به اسم ایشون به اسم پدر خانومش گذاشته بوده. این یوسی فوق العاده زیبا بوده. یه دفعه ریبی یهودا هناسی بعد از فوت ریبی الازار از اون محل رد میشدن، میگن که نسلی از ریبی الازار همکلاسی سابق ما مونده، میگن آره یه پسر داره، یه جوونکه، این فوق العاده زیباست و متاسفانه رفته توی کارای خلاف، تو مسائل منافی فت رفته. و ریبی یهودا میگه که ریبی یهودا هناسی میگه من اینو باید بکشونمش، نمیشه. میره صداش میکنه، دستشو میاره، کاوت بهش میذاره، میگه که ببین من میخوام به تو سمیخای ربانوت بدم، میخوام راو بشی. موقعی که ریبی یهودا هناسی به کسی سمیخا میداده میومده به نشانه ربانوتش، حالا این روزه مثلا کلا میذارن، یه تلیتی میداده که بالاش زربفت بوده که اینا این سیسیتر رو سرشون بذارن، طلایی بوده، این دیگه بالاترین کابوت بوده. میگه من سمیخا بهت میدم، بیا. میبردش تو یشیوای دایی خودش، یعنی دایی این پسره که اسمش یوسی بوده، و میگه که بشین تو تورا رو بخون، حالا که سمیخا رو هم بدادی پیشا پیش بشین بخون که شایستگی سمیخا رو داشته باشی. و این هی وسط کار خب خسته میشده، اصلا عادت به چیزهای دیگه داشته، حالا بشینه تورا بخونه، هی هر روز میومده به دایش، میومده پیش روش شیوا، میگفته من میخوام برم شهر خودم. روش شیوا میگفته که ببین به اومدن اینقدر بهت کابوت گذاشتن، سمیخا بهت دادن، چی تلیت طلایی رو سرت گذاشتن، میگه برگردم شهر خودم، بمون بمون بمون. و این میمونه و این در نهایت تبدیل میشه به یکی از ربانیم بزرگ این خودش. و بعدن وقتی که واقعا به درجه عالی میرسه، میره سالها میگذره، میره یشوعای ریبی یهودا هناسی و تو بیت میدراش شروع میکنه بحث کردن، بحث تورا کردن. ریبی یهودا هناسی میشنوه این صدا رو، میگه خدایا این صدای ریبی الازار دوست منه. میگه که این ریبی الازار نیست، واقعا پسر ریبی الازار اومده. میگه که واه پری صدیق اسخاین، یعنی میوه صدیق، صدیق مثل یه درخت زندگیه که میوهش به خودش میره. در نهایت ممکنه که حالا این دور شده بود ولی برگشت به لغه اخ میفاشد خاخام، کسی که عاقل باشه میره جونا رو نجات میده، یعنی میگه من جون اینا رفتیم و بارو خشم تونستیم نجات بدیم و به راه درست برش گردونیم. یه بخنن یا به نقشه همه راسه اقدش بارو خول زکات اسرائیل.
לפיכך ירבה להם תורה מסוד, שנאמר אדוני חפץ למען סדרו.